با سلام و درود خدمت شما بیننده های کانال یوتیوب دنیا پلس، امیدوارم که جور و صحتمند باشید. امروز با زندگی نامه ملا فیض محمد کاتب هزاره، بزرگترین تاریخ نویس افغانستان، شامل شدن کاتب هزاره به عضویت دارالانشا، ماموریت های کاتب، فعالیت های سیاسی کاتب، وضعیت سیاسی و اجتماعی زمان کاتب، آثارهای مهم کاتب هزاره و سرانجام کشته شدن فیض محمد کاتب هزاره به دست حبیب الله کلکانی با شما خواهم بود. پس تا آخر ویدیو با ما باشید. ملا فیض محمد مشهور به کاتب و هزاره زاده 16 رمضان 1297 هجری قمری در روستای زردسنگ ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی است. پدر او سعید محمد از طایفه هزاره محمد خواجه بود که در زمان جنگ‌های خونین که در میان اقوام افغانستان برا افتاد به ناهور کوچ کرد و وکالت و ریاست قوم محمد خواجه را بر عهده داشت. کاتب هزاره تحصیلات ابتدایی خود را در مکاتب سنتی در زادگاهش به انجام رسانید و برای تکمیل تحصیلات به قندهار، لاهور، کابل و نجف رفت و آموزش های حکمت، لغت، نجوم، حساب و الجبر و زبان های عربی، پشتو، اردو، انگلیسی را فرا گرفت. شامل شدن کاتب به عضویت دارالانشا و مجلس. ملا فیض محمد کاتب بر علاوه علم و دانش ذکر شده در هنر خطاطی و خوشنویسی نیز صلاحیت و استادی داشت. نسخه های زیادی از قرآن کریم را با خط زیبای خیش و چند جلد کتاب از تألیفات علمای گذشته را نیز به خط نستعلیق نوشته که تعدادی از آنها تا کنون به جا مانده است. بناهن یکی از دلایلی که کاتب به دربار را میابد و عضویت دارالانشا را حاصل میکند درایت و استعداد خاص کاتب در نویسندگی و خوشنویسی بوده است. ملا محمد سرور اسحاق زایی استاد کاتب این درایت و استعداد را در ملا فیض محمد کاتب دیده بود. پیشنهاد شمول او را به عضویت دارالانشا و مجلس تالیف ارائه کرد. قبل از این شمولیت ملا فیض محمد کاتب وظیفه رسمی نداشت، چنانچه از خلال نوشته هایش برمی آید در سال 1303 هجری عضویت یک هیئت 5 نفری در امر مصالحه با ابراهیم سلطان پشه‌ای در ولسوالی جاغری را داشته که تمرد ورزیده بود و هیئت قضیه او را به اصلاح رسانید و در سال 1304 هجری در جبهه اندر لباس جنگجویی را بر تن داشته است. در مورد شمولیتش به وظیفه دفتر خاص در سال 1310 هجری او بیان می‌دارد که بنا به تعریف و پیشنهاد ملا محمد سرور اسحاق زایی به این ماموریت گماشته شد. ماموریت های کاتب پس از مرگ حبیب الله خان در سال 1347 هجری به وظیفه کاتب در دارالانشا و مجلس تالیف خاتمه داده شد و به دارالتالیف منتقل گردید، به این معنا که ماموریت های دیگری نیز به کاتب محول می گردید که بیشتر در این ماموریت ها سلیقه های سیاسی و تبعیض در نظر بوده، طوری که فضیلت کاتب مورد حسادت واقع می شد. وقتی که فیض محمد کاتب از دارالانشا به دارالتالیف انتقال داده شد، او در تهیه و تنظیم کتاب های درسی سعی لازم و ارزشمند به خرج داد. افزون به ابراز نظر راجع به کتاب های درسی، آثار دیگر را که از آن اداره برای چاپ آمده می شد نیز از نظر اهمیت موضوع و شکل نوشته و مسائل دستوری و ادبی بررسی می کرد و خودش نیز به نوشتن مقالات و کتاب می پرداخت. چنانچه که کتاب تاریخ مقدمین را در جریان کار در همین اداره تالیف و چاپ کرد. ملا فیض محمد کاتب در زمان امان الله چندگاهی در مکتب حبیبیه معلم مقرر گردید که این تقرر به نوعی دور نگه داشتن کاتب از امور و تالیفات تحقیقی سیاسی بود. اگرچه کاتب سهم خود را در تدریس فرزندان وطن ادا کرد،
و هیچگان نظر تعصب برانگیز قدرتمندان را نسبت به خود در نظر نگرفت و طبق معمول هر جایی که مامور بود با صداقت به اجرای وظیفه‌اش می پرداخت. چنان که روشن است، امان الله خان از ملا فیض محمد کاتب و تالیفات بزرگ او دلخوشی نداشت، چون می ترسید که او در پرتو دانش و آگاهی که دارد ممکن است رازهای پوشیده ای را آشکار سازد. لذا ساحه را برای دانشگستری او محدود ساخت. وظیفه معلمی را به او واگذار کرد. فعالیت‌های سیاسی فیض محمد کاتب. ملا فیض محمد کاتب هیچگاه در دوران زندگیش سیاست بازی نکرده و در پی به دست آوردن قدرت به فعالیت نپرداخته، اما در تمام نوشته هایش وجدان یک سیاستمدار روشنفکر را تجلی بخشیده است و مقامش را به حیث یک انسان آگاه، روشنفکر، سیاست شناس، روحانی، کثرت‌گرا، تاریخ نویس و نویسنده پیشتاز و نستو حفظ کرده است. در نوشته هایش کوشیده است تا احوال ستم دیدگان را تبارز دهد. این کار را برای انسان دوستی به انجام می رساند و علایق دیگر را در نظر نداشت. قومی و مذهبی نمی اندیشید، بلکه به وطن فکر می کرد و اهل وطن را یکسان دوست داشت. بناً فعالیت های کاتب در روشن ساختن سیاست و زندگی اجتماعی بود. چنان که میرسید قاسم، یکی از اعضای برجسته مشروط خواهان، مقاله ای را که بعد از رهایی از زندان انتشار داد درباره جنبش مشروط خواهان معلومات می دهد. در این مقاله از ملا فیض محمد کاتب یادآوری کرده که یکی از پیشگامان این جنبش قلمداد می کند، عبدالحی حبیبی، که شرح حال افراد مهم مشروطه خواهان را گرد آوری کرده است. 5 صفحه از کتابش را درباره ملا فیض محمد کاتب و خدمات او اختصاص داده چنین می نویسد: مؤلف سراج التواریخ که نویسنده فاضل و ادیب روشنفکر و از جمله مشروط خواهان اول بود، در شیرپور زندانی گردید، اما به سبب اینکه امیر حبیب الله خان او را از دوران شاهزادگی می شناخت و در نگارش سراج خدمت می کرد، بعد از مدت کمی رها شد. از سخنان میرسید قاسم و عبدالحی حبیبی برمی آید که کاتب عضو برجسته و پیشتاز در جنبش مشروطه خواهان بوده که این جنبش در طول تاریخ سیاسی افغانستان یک جنبش مترقی و خوشنام در تاریخ کشور است و به نام جنبش مشروطیت اول است که گروهی از روحانیون آگاه و دانشمندان روشنفکر افغانی این جنبش را اساس گذاشتند و در یک سازمان سری به فعالیت پرداختند. هدفشان این بود تا رژیم استبدادی را متحول کند و به جای آن حکومت قانون، دموکراسی و آزادی در کشور قرار دهد، که در راست این جنبش روحانی آزاده مولوی محمد سرور خان بود. هدف کلی این جنبش را می توان چنین بیان کرد: 1. کوشش در به دست آوردن حقوق ملی و تبدیل حکومت استبدادی به مشروطه. 2. آشتی و حسن تفاهم بین تمام اقوام و نژادهای ساکن افغانستان. 3. سعی در اصلاح عامه. 4. تعمیم معارف و مکاتب و گسترش مطبوعات. 5. تأسیس مجلس شورا از راه انتخاب آزاد. 6. سعی در تحصیل استقلال کشور، زیرا آن وقت کشور تحت نفوذ انگلیس بود. 7. تامین مساوات و عدالت اجتماعی. 8. انکشاف معارف جدید و توسعه صنایع. بالاخره فعالیت این گروه مترقی و پیشتاز افشا گردید. در نتیجه توسط امیر حبوب الله شاه متلاقی شد که بعضشان اعدام شدند و بعضی دیگرشان به زندان افتاد. فیض محمد کاتب نیز رهسپار زندان شد ولی به زودی رها گردید.
که دلیل این رهایی ناشی از خدمات فرهنگی کاتب بود. یعنی آن وقت کاتب در نگارش سراج خدمت میکرد. بنابراین خدمات فرهنگی و تاریخ نگاری حبیب الله او را آزاد کرد. ملا فیض محمد روشن فکر و روحانی بیدار و آگاه از عصر و زمان که از ظلم و استبداد رنج می برد و استبداد را از هر نوع که بود با تمام وجودش درک و احساس می کرد. هرگز نمی توانست در قبال مردم و کشورش به تفاوت بماند. به بیان از اسماعیل مبلغ و ایده دیگری از اهل خبره، ملا فیض محمد کاتب در لوی جرگه پغمان حضور داشته که در آن مجلس و اجتماع بزرگ خواستار آزادی و به رسمیت شناختن مذاهب در افغانستان می شود. در ضمن ادعا می کند که این آزادی و به رسمیت شناختن مذاهب به نفع کشور و ملت تمام می شود. تاکید می کند که مذهب تشیع باید در کنار مذهب تسنن به رسمیت شناخته شود و استدلال می کند که رسمیت یافتن تشیع از عظمت مذهب اهل سنت کم نمی کند، بلکه باعث سرافرازی آنان تمام خواهد شد و برای وحدت ملی و پیشرفت و ترقی کشور لازم است که شیعیان نیز هم ردیف برادران اهل سنت به حساب آیند. مگر گروهی از روحانیون اهل سنت به پا خسته در برابر این طرح ملا فیض محمد کاتب شدیداً جبهه گیری می نماید تا اینکه به کاتب حمله ور شده ولد و کوب می کند. امان الله خان که وضع را چنین وخیم می بیند ابتدا برای چند ساعت او را در پغمان در داخل اتاقی به زندان می اندازد تا وحشت متعصبین کاهش یابد. سپس کاتب را از طرف شب به سوی دهات ناهور غزنی می فرستد و سر و صدا به همین طریق خاموش می گردد. وضعیت سیاسی و اجتماعی زمان ملا فیض محمد کاتب در تحلیل وضع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که در آن کاتب می زیست باید قبل از همه گفت که ساختار اجتماعی این دوره پیچیده بود و نظام اقتصادیش پیچیده تر از ساختار اجتماعی این دوره بود، زیرا که پیچیدگی اوضاع اجتماعی با طور کل محصول جامعه فیودال آن زمان نباشد. اوضاع سیاسی نامشخصتر و غیر کاراتر از اوضاع اجتماعی اقتصادی امروز بود. عمر 70 ساله کاتب مصادف با زمامدار 5 پادشاه یعنی امیر عبدالرحمن، امیر حبیب الله، امان الله خان، حبیب الله کلکانی و محمد نادر در کشور ما می باشد که در این 70 سال افغانستان به مسائل نامشخص سیاسی و جنگی روبرو گردیده، از جمله اقتدار انگلیس در زمان عبدالرحمن و حبیب الله، جنگ افغان و انگلیس در زمان امان الله و کودتای حبیب الله کلکانی مشهور به بچه سقاو و آمدن نادرشاه به کمک انگلیس ها. آثارهای ملا فیض محمد کاتب هزاره. آثاری به جا مانده از ملا فیض محمد کاتب هزاره در آرشیو ملی افغانستان بیش از 10,000 صفحه از یادداشت‌های مختلف در خصوص رویدادهای افغانستان میرسد که بعضی از آنها چاپ و مورد استفاده قرار گرفته و برخی از آنها تا هنوز به چاپ نرسیده است و مهمترین آثار وی شامل موارد زیر می شود. تحفت الحبیب اولین اثر ملا فیض محمد کاتب هزاره است که به دستور حبیب الله خان ماموریت یافته بود. تا وقایع عصر احمدشاه عبدالی و وقایع عهد عبدالرحمن و اوضاع عصر خود حبیب الله خان را به رشته تحریر بیاورد. این کتاب در 3 جلد نوشته شده است. جلد اول شامل حوادث از سال 1160 هجری قمری تا سقوط سلسله سدوزایی در سال 1258 هجری قمری می باشد. جلد دوم شامل رویدادهای از سال 1258 هجری قمری تا سال 1297 هجری قمری می باشد. جلد سوم در ابتدا گمان بر 2 جلد بودن کتاب تحفت الحبیب بود، اما در سالهای اخیر این جلد کتاب به آرشیو ملی عرضه شد و شامل حوادث سالهای 1297 هجری قمری تا 1307 هجری قمری می باشد.
این کتاب بنا به شرایطی که امیر حبیب الله خان میخواست مطالب کتاب چنان نبوده، لذا اجازه چاپ و انتشار را نیافت. باید علاوه کرد که در صفحه 64 کتاب مذکور راجع به دزدی دوست محمد خان بیانگذار سلسله محمدزایی می نویسد. دوست محمد خان بر حرم بانوان حاجی فرزالدین مخصوصاً حرم شهزاده قاسم صدوزایی دست درازی کرده، زیوراتشان را ماخوذ داشته راه کشمیر را پیش گرفت. سراج التواریخ مهمترین کتاب تاریخ افغانستان و فیض محمد کاتب هزاره است که تاریخ دو قرن اخیر افغانستان را در 5 جلد کتاب شرح داده است. جلد اول آن شامل وقایع دوران پادشاهان صدوزایی است که مدت 98 سال را در بر می گیرد. جلد دوم از آغاز به قدرت رسیدن محمدزایی ها شروع می شود و تا حوادث 1297 را در بر می گیرد و دارای 378 صفحه است. جلد سوم وقایع سالهای 1297 هجری قمری تا 1314 هجری قمری را شرح می دهد که در مدت 3 سال در 862 صفحه نوشته شده است. این جلد بسیار مهم بوده که از روی عهدنامه ها، پیمان ها، فرمان های رسمی دولتی و انباهی از اسناد و مدارک گوناگونی که در دارالانشای دربار و آرشوی دولتی موجود بودن نوشته شده است. جلد چهارم کتاب سراج التواریخ به شرح رویدادهای حکومت حبیب الله خان می پردازد. جلد پنجم به شرح احوالات دوران امان الله خان می پردازد که سرنوشت دقیقی از آن معلوم نیست و همچنان کتابهای دیگر فیض محمد کاتب هزاره عبارتن از فیضی از فیوزات، تاریخ حکمای متقدمین، تذکره انقلاب، امان الانشا، تاریخ عصر امانیه، فقرات شرعیه، تحفت الاخوان، فیض الامان، استقلال افغانستان، شرح اصول دین، رساله درباره وجه تسمیه افغانستان، نجات نامه افغان، دیوان شهاب و غیره را نام برد. وفات کاتب در سال 1308 خورشیدی فیض محمد کاتب از طرف حبیب الله کلکانی به ترکیب محمد عظیم کوهستانی، میر آقا مجتهد و خلیفه غلام حسن خان به هزارجات فرستاده شد تا مردم هزاره را به صلح و سازش فرا خوانند. میر فتح خان مدافع این هیئت را محبوسن از کتل اونی نزد سردار محمد امین خان فرستاد و مردم دعوت هیئت را رد کرد و این هیئت را از راه وردک به کابل رجعت دادند. هیئتی که در راس آن ملا فیض محمد کاتب بود به عدم موفقیت روبرو شد و بدون اخذ نتیجه مثبت به کابل برگشتند. بنابراین جاسوسان مخفی حبیب الله کلکانی ملا فیض محمد کاتب را متهم کردند که کاتب هزاره در خفا سران هزاره را با پایداری و مقاومت به ضد حکومت بچه سقا تشویق کرده است. از این جهت کاتب و همراهانش را در کابل دستگیر کرده، آنها را مورد ضرب و شکنجه فراوان قرار داد که کاتب در اثر همین شکنجه و ضربات جسمی آسیب شدید دید و دیگر سلامتیش باز نگشت. برای تداوی رهسپار کشور ایران شد، پس از مدتی به وطن برگشت. اما ضربات وحشیانه چنان پیکر ملا فیض محمد کاتب را در هم کوبیده بود که پیکرش بعد از این شکنجه توانایی قامت بر افراشتن را پیدا نکرد، زیرا کاتب در این هنگام 70 ساله بود. اگرچه از نظر اسلامی، اخلاقی و کهنسالی نباید کاتب مورد ضرب شکنجه قرار می گرفت، متاسفانه حکومت اوباشان بدون در نظرگیری ارزش های اخلاقی و اسلامی کاتب را شکنجه کردند و خدمات فرهنگی، نویسندگی و تاریخ نگاری کاتب را نیز در نظر نگرفتند. کاتب در اثر این شکنجه بالاخره در 16 جد سال 1309 خورشیدی
به سن 70 سالگی در حالی که 50 سال آن را در خدمت فرهنگ و ادب به سر برده بود وفات کرد و در بالاجای چندول کابل به خاک سپرده شد. و تشکر از این که تا این دم با ما بودین. برای حمایت از ما کانال دنیا پلاس را لایک و سابسکرایب نموده و همچنان برای آگاه شدن از ویدیوهای بعدی ما زنگ آگاهی را فعال سازید. تا ویدیوی بعد خدا یار و نگهدار همه ایتان.